پرتاب بمب دستی بر کارگاه نقاشی رباب محمدی، دو نفر زخمی شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. پرتاب بمب دستی بر کارگاه نقاشی رباب محمدی، دو نفر زخمی شدند. فردوس فرام، سخنگوی پلیس کابل، بر روزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت 1 بامداد امروز شنبه ابد یهود در شهر کرفانی از مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل رخ داده است. اطلاعات روز: مسئولان امنیتی تایید میکنند که در نتیجه حمله مسلحانه افراد مسلح ناشناس بر کارگاه نقاشی رباب محمدی، نقاش معلول در شهر کابل، دو نفر از همکاران او زخمی شده اند. فردوس فرامر، سخنگوی پلیس کابل، بر برنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت 1 بامداد امروز شنبه ابد یهود در شهر عرفانی از مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل رخ داده است. آقای فرامر توضیح داد افراد مسلح یک بمب دستی را داخل یکی از اتاقهای کارگاه رباب محمدی انداخته که در نتیجه دو نفر به اثر شکستن شیشه اتاق زخمی شده اند. او گفت که پلیس برای بررسی بیشتر این رویداد به محل رفته و تحقیقات جریان دارد. در همین حال رباب محمدی با نشر چندین عکس در برگه فیسبوک خود نوشته است که یکی از زخمیان برادرش با زخمی دیگر هم همکار اوست. او گفته که حمله کنندگان زمان یک بمب دستی را بر کارگاه او انداخته اند که او روی برنامه در خصوص زنان کار میکرد. خانم محمدی افزوده است که پیش از وقوع این رویداد او بارها پیام های تهدید آمیز دریافت کرده است. این در حالی است که اخیراً شکایت‌ها از دزدی در سطح شهر کابل افزایش نگران کننده یافته و این موضوع انتقاد گسترده باشندگان کابل را نیز به دنبال داشته است. اما مسئولان همواره تاکید کرده اند که تدابیری برای جلوگیری از رویدادهای جنایی در شهر کابل روی دست گرفته اند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.